درخت تو گربار دانش بگیرد بزیر آوری چرخ نیلوفری را عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز سنف هفتم جان سپاس از اینکه ما و برنامه مکتب هادی را انتخاب کردید دوستان عزیز و گرامی در, در درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید درس هشتم از در واقع این درس بسیار بسیار شیرین زبان و ادبیات دری در قسمت اول دوستان در مورد مفهوم ملت با هم صحبت خواهیم کرد در بخش دوم در مورد یکی از مفاهیم حوزه دستور زبان تحت عنوان صفت با شما خواهیم بود البته دوستان قبل از که وارد بحث بشویم حتما حتما کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو نوستد و شست و چار و پینجا و پنج چهل این ارتباطی ما با شما دوستان قند است عزیزان جان قبل از اینکه وارد درس جدید شویم خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم شاگردای عزیز کار خانگی که در جلسه قبلی برایتان گفته بودیم را یک بار مرور میکنیم و در حل این سوال میپردازیم در جلسه قبل خدمت شما دوستان گفتیم که در جمله های زیر معرفه و نوع آن را مشخص کنید گفتیم که اسم معرفه چه اسمی بود؟ اسم معرفه به او اسم گفته میشد که برای ما شناس بود برای کسی که مخاطب است این نام شعی، این نام شخص، این نام ولایت، این نام شهر یا هر اسم دیگری، هر نام دیگری برای او مخاطب ما یک شناسا بود، یک اسم شناس بود خب انواع داشت که می خواهیم بعضی از این انواع اسمهای معرفه را امروز با همدیگر مرور کنیم خب قسمت اول جمله اول چه میگوید؟ میگوید بلخ ولایت تاریخی است بلخ ولایت تاریخی است خب کدام کلمه اسم معرف است دوستان؟ کلمه بلخ کلمه بلخ یک اسم معرف است از چی نوع است؟ از نوع اسم خاص گفتیم اسم هایی هستن که خاص هستن اسمی که برای ولایت ها برای کشورها، برای اشخاص و برای حتی میوه ها برای چیزهایی که در واقع یک جای خاص یک مکان خاص هستن را اسم معرفه از او یاد میکردیم در ادامه میگوییم که این شعر را دوست دارم این شعر را دوست دارم کلمه شعر چی میشه دوستان؟ میشود اسم معرفه ما از کجا میشود معرفه؟ از جایی که قبل از کلمه شعر چی آمده دوستان؟ یک اسمی آمده به نام مشارون علی، که در او اسم اشاره گفته میشد اسم اشاره چی بود؟ اسم اشاره اسمی بود که دلالت میکرد در واقع بر اسم معرفه کلمه این و کلمه آن جزء اسمهای مشارون علی بود که در واقع اسمهای اشاره یاد میکردیم و اسمی که بعد از اسمهای اشاره این و آن میامد دوستان چی میگفتیم؟ اسمی در واقع معرفه یاد میکردیم و قسم آخر میگوید من به معلم خود نامه نوشتم من به معلم خود نامه نوشتم یک کلمه ای داریم به نام من چه دوستان؟ کلمه من از نوع زمیره درسته دوستان؟ حالا کلمه شعر رو بگوییم دیگه مشارون الی. کلمه زمیر کلمه زمیر هم دوستان خودش یک چیه؟ یک اسم معرفه هی. همه اسم ها که در واقع در زمره زمایر بودن همه معرفن چه زمایر متصل باشد چه زمایر منفصل باشد و چه زمایر مشترک باشد همه زمیر ها در حوزه اسم های معرفه هستند خب در ادامه میگوییم به معلم خود نامه نوشتم خب یک کلمه داریم به نام خود یه هم زمیره. زمیر چیه دوستان؟ زمیر مشترکه کلمه ای که اضافه میشه در, واقع زمیر دوستان هر کلمه ای هر اسمی که اضافه شد در زمیر بعدو او او هم میشه دوباره اسم معرفه پس کلمه معلم هم یک اسم معرفه شد درست دوستان چرا؟ چون بعد از معلم چی آمده؟ کلمه خود که زمیر مشترک آمده و در واقع چیکار کرده؟ معرفه کرده اسم قبل از خود را بس به طور کلی دوستان کلماتی که در واقع در این تمرین برای ما چی بودن؟ برای ما اسمهای معرفه بودن یکی چی بود؟ یکی معلم بود، یکی شعر بود و یکی هم کلمه برخ بود این اسمها را تحت عنوان اسمهای معرفه، اسمهای شناس برای شما مرور کردیم خب شاگردای عزیز میرسیم در بخش اول تحت عنوان ملت در ابتدا واژه ملت را از نظر علم جامعه شناسی علم سیاست تعریف میکنیم میگوییم که ملت کیست ملت به افرادی گفته میشود که دارای زبان فرهنگ و در واقع دارای دین مشترک باشند که در یک حوزه جغرافیایی خاصی تحت عنوان در واقع سرزمین مشترک با یکدیگر زندگی میکنند این افراد را تحت عنوان ملت از او یاد میکنیم بر همین توضیحات دو سال ما میگوییم افغانستان نیز دارای یک ملت است چرا دارای یک ملت است چون دارای زبان مشترک است دارای فرهنگ مشترک است و دارای چیست دارای دین مشترک است که تحت عنوان دین مبین اسلام از او یاد میکنیم حال سرزمین افغانستان از اقوام گوناگون تشکیل شده اگر یک نگاهی بندازیم ده در واقع حدود سخوری که در اطراف افغانستان وجود دارد میبینید ما اقوام بسیار مختلفی داریم چهار قوم اصلی هستند که هزاره اوزبک، تاجیک و پشون اقوام کلی را تشکیل میدن در کنار اقوام سایر افراد هستند که نفوس جمعیت افغانستان را تشکیل میدن و در داخل اقوام بسیار خورتر و کوچکتر قرار موقعیت دارند. مردم ما در کنار یکدیگر برای حفظ استقلال در برابر دشمن مشترک جانفشانی کردند. پس همه مردم ما صرف نظر از که در کدام یک از در واقع اقوام قرار موقعیت دارد جای میگیرند کسانی هستند که دارای یک ملت مشترکن ما میگویم ملت افغانستان صرف نظر از که او فرد چه دینی دارد چه مذهبی دارد چه زبانی دارد در چه قومی جای میگیرد همه ما در واقع یک واژه مشترک داریم تحت عنوان ملت افغان در طول تاریخ وحدت ناگسستنی و همبستگی خاصی در میان اقوام ما وجود داشته است <applause> اگر یک نگاهی در تاریخ افغانستان دوستان بیاندازیم میبینیم که هرگاه دست اجنبی دست بیگانگان به سمت کشور ما دراز شده و دست اندازی کرده به یک کشور ناکام از این کشور خارج شده نتیجه این ناکامی از کجاست به خاطر است که همه اقوام مختلف موجود در افغانستان در کنار یکدیگر برای حفظ و سیانت از سرزمین ما تلاش کردند و جان خود را فدا کردند افغانان را به رهنپایان پایان توفان آفرین و شیران سنگرشکن نامیدند. دو لقب خاصی که برای افغان ها در طول تاریخ به اثبات رسه است میگویند به پایان توفان آفرین یعنی اشاره میکند به اینکه افغانها در حالی که انسانهای نادار هستند آدمهای فقیر هستند ولی برای حفظ جان و مال و ناموس کشور مبارزه میکنن و جان خود نیز میگذرند و مهم است که این کشور همواره استوار باشد و نامش افغانستان بماند شیران سنگرشکن میگویند چرا اشاره میکند به اون مجاهدینی که همواره تاخت و تاز میکرده همواره به سمت دشمن حجوم میبرده و سنگرهای دشمنان را دوستان چیکار میکرده؟ از بین میورده از بین رفتن سنگرهای خزم باعث به وجود آمدن یک لقب شده تحت عنوان شیران سنگرشکن ملت افغانستان از قرآن آموخته است چی آموخته است؟ آموخته که نفاق و اختلاف را ترک کند و وحدت و یک پارچگی را شعار خود سازد رمز موفقیت کلمه موفقیت در حوزه اتفاق مابین اقوام گناگون در داخل افغانستان برای نگهداری برای حفظ برای سیانت از کشور چی میباشد دوستان؟ ایست که از اختلاف از تفرقه دوری کند آیه قرآن داریم در سوره انفال آیه 46 دوستان خداوند تبارک و تعالی می ولا تنازعوا او فتفشلو و تذهب یعنی چی دوستان؟ یعنی میگوید با هم جر و بحث نکنید که روحیه خود را می بازید و در نتیجه نیرو و توانتان را از دست می دهید می نفاق اختلاف از حوزه خورد که جر و های بسیار بسیار کوچک و معمولی است شروع شود و تا نفاق بسیار کلان ادامه پیدا کند و باعث ایجاد در واقع نزاها، جنگها و درگیری های داخلی در داخل یک کشور شود قرآن کریم و خداوند تبارک و تعالی همواره دستور داده همواره سفارش کرده که ملت اسلام، کشورهای اسلامی و حتی افرادی که در داخل یک کشور هستند و مسلمان هستند از اختلافات، از درگیری ها و از جنگ های داخلی همواره پرهیز کنند. خب بیایم دوستان واردی شویم که چه شاعران در حوزه ملتسازی کار کردند و شعر گفتند. از اولین کسانی که در حوزه شعر ملتسازی کار کرده است کسی است به نام چی دوستان همانطور طور که میبینید علامه اقبال لاهوری علامه اقبال لاهوری را تحت عنوان شاعر ملی ازشان یاد میکنند کسی که در حوزه ملتسازی در کشورهای اسلامی بسیار بسیار شعر گفته و همواره سعی کرده با اشعار خود ملت های مسلمان کشورهای مسلمان را ده هم نزدیک کنه و اختلافات و درگیری های آنها را فیصله دهد اشان میگوید که آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن پیکر دل است به نگاه کنید دوستان عجب شعر زیبا ایشان میگوید ایشان میگوید که اگر کشور نگاه کنید دوستان اگر آسیا را به منزله یک انسان تصور کنید یک انسان در واقع قاره آسیا را به عنوان یک انسان تصور کنید مهمترین جزء بدن انسان چیست مهمترین جزء بدن انسان دل و قلب اوست و دل قلب قاره ای آسیا کدام کشور اساسان افغانستان است پس افغانستان مهمترین کشور از نظر ادبی از نظر موقعیت استراتژیکی از نظرهای اقتصادی سیاسی اجتماعی کشور افغانستان است این کشور افغانستان همواره همواره یک منطقه بسیار بسیار مهم و حساس سیاسی و اقتصادی بوده است میگوید که اگر میخواهد که ملت افغانستان در کنار یکدیگر ثبات داشته باشد رمز ثباتشان وحدت و دوری از نفاق و تفرقه است شاعر بعدی که دوستان میخوایم در مورد از صحبت کنیم یکی از شاعران معاصر بسیار بزرگ و نامی کشور عزیزمان افغانستان است ایشان کسی نیست جز استاد خلیل الله خلیلی استاد خلیل الله خلیلی یک از شاعران بسیار معاصری است که در حوزه ملت نیز اشان بسیار شعر گفته و همه اقوام را در واقع نزدیک به همدیگر تصور میکنه و به تصویر میکشد اشان میدانه که در اسلام آباد از دنیا میرود متاسفانه و بعد از 25 سال از مرگ اشان پیکر متحرشان در کابل انتقال داده میشه و امروز دوستان می برای دیدار قبر ایشان به دانشگاه کابل رفته و مرقد ایشان که نزدیک مرقد سی جمال الدین اسد متفکر بسیار بزرگ اسلامی است در واقع دفن شده و قرار گرفته ایشان یک شعر میگوید شعر ایشان چیست میگوید قوم اگر گفتم مرادم ملت است ملت گویم اساسش وحدت است ملت ما اندرین سخت آزمون کرده ثابت وحدت خود را بخون جوهر این ملت ایمان است و بس رهبرش خورشید قرآن است و بس بله دوستان میگوید که هر زمانی که در اشعار ما دوستان هر زمانی که در شعر ما واژه قوم را دیدید بدانید که ما از ملت صحبت میکنیم نه از قوم واژه قوم یک مفهوم جزئی است و میتواند یک مفهوم کلانتر داشته باشد تحت عنوان چی دوستان مفهوم در واقع ملت ملت ما در واقع در سراسر تاریخ همواره مورد تخت و تاز قرار گرفته و مورد امتحانات بسیار بسیار سنگینی قرار داده شده ولی وحدت ما وحدت ملت ما همواره رمز پیروزی بوده و باعث سرفرازی کشور ما شده است جوهر این ملت چیست؟ ایمان است اساس این ملت ایمان است و ولاب است و چیز دیگری نیست و رهبر جنبش افغانستان رهبر تاریخ افغانستان رهبر سرفرازی افغانستان قرآن است کتاب شریف قرآن است که در واقع رهبری کرده راهبری کرده ملت عزیزمان افغانستان را خب شاگردای عزیز وارد بحث دوم شویم بخش دوم ما در حوزه قواعد دستوری است امروز میخواهیم با یک مفهومی آشنا شویم تحت عنوان صفت نگاه کنید دوستان ما ابتدا کلمه صفت را تعریف میکنیم و وارد ادامه بحث شویم میگویم صفت آن است یا کلمه است که حالت و چگونگی اسم را بیان کند چی دوستان پس شد پس گفتیم که کلمه ای صفت کلمه است که چرا بیان میکند حالت و چگونگی که برای اسم اتفاق می افتد نگاه کنیم مثال میزنیم. مانند چی؟ می گوییم مجاهدان دلیر مجاهدان دلیر دلیر می شود صفت صفت برای کی؟ برای مجاهدان دلیر در واقع چیکار میکنه دوستان؟ کلمه دلیر توضیح میده توضیح بیشتری در مورد کلمه مجاهدان گل زیبا زیبا میشود کلمه صفت برای چی دوستان برای گل اشاره میکند به کلمه قبل خود که گل باشد مردم فقیر در واقع توضیح بیشتر مردم یک منطقه را میگوید که دارای چی دوستان دارای فقر شده ملت مسلمان گاهی ما فکر میکنیم که کلمه مسلمان یک اسم است که به اسم قبل اضافه شده و یک رابطه ای چی پیدا کرده مضاف و مضاف الیه البته در اینجا دوستان مسلمان صفت میشه چرا چون توضیح بیشتری اون ملت را میده مردمی که مسلمان هستن مردمی که دارای یک دین مشخصی تحت عنوان اسلام هستن حالی میگیم اسمی که برای صفت ذکر شده است چه میگوین؟ اسمی که برای صفت دستان ذکر میشود تحت عنوان موصوف از او یاد میگوین پس موصوف اسمی است که صفت توضیح بیشتر او را میدهد خب دلیل توضیح بیشتر کدام کلم است؟ مجاهدان فقیر توضیح کدام کلم است؟ مردم، مردم فقیر، و مسلمان توضیح کلمه ملت است پس این شد دوستان رابطه بین صفت و موصوف که موصوف اسمی است که صفت در واقع توضیح بیشتر او را میدهد و خود صفت او حالت و چگونگی بیان موصوف میباشد خب شاگردای عزیز رسیدیم در بخش آخر درس امروز کار خانگی جلسه آینده یک سوال از شما خواستیم که در واقع برای جلسه بعد برای ما تکلیف کنید برای کلمات زیر صفت مناسب بنویسید خب ما صفت را برای شما توضیح دادیم موصوف را توضیح دادیم حالا شما میخواهیم که برای کلمات که مشخص کردیم شما چیکار کنید یک صفت خوشگل و مناسب ذکر کنید یک صفت مقبول ها شاگردان اسلام تمدن و کشور این چهار کلمه ای است که تحت عنوان موصوف از او یاد میکنیم و حالا شما میخواهیم که در مورد این کلمات شما حالت چگونگی و بیان ویژگی های او را تحت عنوان کلمه صفت برای ما ذکر کنید یک صفت مقبول برای کلمات بنویسید دوستان عزیز خب شاگردای قند شاگردای محترم در پایان جلسه امروز رسیدیم مانده نباشید جلسه امروز یک جلسه بسیار بسیار زیبا دلچسب و دلپسند بود همه شما عزیزان را تا جلسه بعد به خداوند پاک می خداوند یار و نگهدارتان